خالد بن ولید صادق برادر محترم میگوید که بعضی میگویند که اسلام از سیاست جدا است. در این مورد نظر شما را میخواهیم. اسلام یک دینی است که از طریق پیامبرش و از طریق قرآن کریم به ما معرفی شده. ان الدین عند الله الاسلام. دین به معنای نظام کامل زندگی. دین به معنای چی؟ به معنای نظام کامل زندگی. در نظام کامل زندگی آیا اداره و حکومت است؟ در نظام زندگی انسان ها پلیس است، قاضی است، مامورین دولت است، معارف است، پوانتون است، قضا است و یا نیست؟ وزارت داخله و خارجه در خدمت مردم است؟ این دین با مردم سر و کار داره و دین با نفس مردم، با روح مردم، با اندیشه مردم، با بدن مردم، با کارکردها و عمل اعمال مردم سر و کار داره. آیا اعمال مردم جدا از مردم است؟ آیا روح مردم یک طرف است، جسم مردم دیگه طرف؟ نه خیر، جسم و روح یک جای است. پس اسلام با روح مردم کار داره. میگه قل روح من امر ربی، قل روح به امر پروردگار است. اسلام با بدن انسان ها کار داره. میگه بدن باید پاک باشه، کم میانه بخورند، کل و اشرب و لا تسرفو، خوب بپوشند. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعبادی، کل و اشرب و لا تسرفو، میانه بخورند. حتی با صدای مردم کار داره. وقت من صوتک، آواز پخش کن. حتی قرآن با گپ زدن مردم کار داره و میفرماید که قولوا للناس حسنا، برای مردم گپ زبا بزنند. حتی در شنیدن مردم کار داره قرآن کریم و میگوید که شما حرفا را بشنوند، بندهای مرا بشارت بده، بهترینش انتخاب کنند. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، در راه رفتنت کار داره. وقصد فی مشک، در راه رفتنت میانه باش. در پیدا کردن رزقت کار داره. ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، کلوا من طیبات ما رزقناكم، از پاکیزگی ها بخورند. در خوردنت کار داره، در پیدا کردنت کار داره، در خوابیدنت کار داره، در داخل شدن در تشناب بر میگه چطور داخل شوی، در خانه چطور داخل شوی، در بازار چطور داخل شوی، با یهودی و نصرانی چطور برخورد کنی، احکام دین در رابطه با غیر مسلمین، احکام دین در رابطه با حکومت، احکام دین و شروط اسلام در رابطه با خلیفه، در رابطه با آمر و قمندان، کدام مواصفات را داشته باشد. با تمام این حقایق زندگی اسلام کار داره. وقتی که ما قرآن مطالعه میکنیم، در قرآن نظام جنگ است. در حرب و جنگ چی کنیم؟ نظام غنایم جنگی است، نظام عدلی است، عدالت، اذا حکم دو بین الناس ان تحکم بالعدل، نظام قضایی است. در قرآن نظام حربی و جنگی است. و عد لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخيل ترهبون به عدو والله وعدوكم. در اسلام تمام بخشای زندگی است. پس این اسلام ما چطور میتونیم که بگیم با زندگی کار داره؟ با جنگ کار داره، با تفکر کار داره، با خوردن و پوشیدن و نوشتن و شنیدن ما کار داره و باز بگیم که اسلام از سیاست جدا است؟ هیچ امکان نداره. آیا خلفای راشدین 30 سال خلافت نکردند؟ آیا 1000 سال امت اسلام در کاروان حکومت در بر سر قافله وجود نداشتند؟ آیا رسول الله شخصا رئیس دولت نبود؟ آیا پیش از دفن جسد مطهر رسول الله خلیفه رو انتخاب نکردند؟ که از دفن رسول الله کرده انتخاب یک امیر و خلیفه مهم بود. پس کسانی که میگن در اسلام سیاست و حکومت و اداره وجود نداره، اینا مریضند و یا جاهلند و یا کافرند، یا مریضند و جاهلند نمیفهمند، و یا منافقند میفهمند تخریب میکنند اسلام، که غیر از نظام اسلام هر نظام قبول دارند، و یا کافرند منکر نظام اسلامی اند، جاهلند به تاریخ، جاهلند به قرآن، جاهلند به احادیث، جاهلند به حقایق فقه اسلامی. شما حتی در کتاب صحیح البخاری شریف، کتاب الاماره، یعنی کتاب حکومت و کتاب الاماره که یک رئیس دولت چطور انتخاب شود، کتاب الجهاد، کتاب الغنایم، تمام مسائل است.
از کجا از یا میفهم که اسلام با سیاست مخالفت داره؟ با یا وجود سیاست در کلمه عربی است اصلا. و رسول الله مبارک میفرماید که پیغمبران مردمان ده تسوسهم الانبیاء، مردمان ده انبیاشان سیاست میکردن، یعنی سیاست در کلمه عربی اداره را میگن که بالای مردم اداره داشته باشه. این فقط تبلیغات کمونیست ها، سکولار ها، غربی ها، شرق زده ها و مریض ها و بیمار ها است. عقیده جدایی از دین و سیاست کفر است، خلاف قرآن است، خلاف اسلام است. مردمانی که با تاریخ اسلام بیگانه اند، مردمانی که با مفاهیم دین بیگانه اند و یا از مفاهیم دین بیگانه اند، اینا میگویند که اسلام و سیاست از هم بیگانه اند. رسول الله مبارک میفرماید که ایمان 70 چند شعبه داره، یعنی یک درخت قوی است، کلش ایمان است، تنه داره، شاخه ها داره، یک شاخش سیاست است و اداره مردم است.